شدیدترین فجایع اقلیمی سال 2021 مجموعاً 170 میلیارد دلار خسارت بر جای گذاشت. نشریه بلومبرگ گزارش درباره هزینه تغییرات فجایع اقلیمی سال جاری میلادی منتشر کرد که نشان می‌داد از سال 2011 تا کنون جهان 6 سال پرفاجعه را از نظر تغییرات اقلیمی تجربه کرده است. طوفان گرمسیری آیدا که در ماه اوت اکثر نقاط شرقی آمریکا را درنوردید، دست کم 95 کشته بر جای گذاشت و 65 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به بار آورد. یک ماه پیش از آن وقوع سیل‌ها در اروپا 240 قربانی گرفت و 43 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به همراه داشت. سیل‌ها در استان هنان چین در ژوئیه بیش از 300 کشته بر جای گذاشت و 17 میلیارد دلار خسارت زد. در گزارش بلومبرگ آمده است انتظار می‌رود امسال ششمین سالی باشد که فجایع طبیعی بیش از 100 میلیارد دلار خسارت زدند. همه این 6 سال پرفاجعه از سال 2011 اتفاق افتادند. نویسندگان این گزارش خسارت‌ها را بر مبنای ضررهای بیمه شده ارزیابی کردند، یعنی هزینه‌های واقعی این فجایع ممکن است بسیار بالاتر باشد. محاسبات در کشورهای ثروتمند به دلیل ارزش بالاتر ملک و بیمه معمولاً بالاتر است، در حالی که بعضی از مرگبارترین فجایع اقلیمی امسال در کشورهای فقیرتری روی دادند که نقش کمتری در گرمایش جهانی داشتند. سودان جنوبی با سیل‌هایی روبرو شد که 1 میلیون نفر را از خانه و کاشانه خود آواره کرد، در حالی که شرق آفریقا دچار خشکسالی شد. طبق نتیجه مطالعات سازمان خیریه کریستین اید انگلیس، این وقایع بی‌عدالتی بحران اقلیمی را بارز می‌کند و چنین رویدادهایی با فقدان اقدامات عینی برای کاهش آلایندگی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. قاره آفریقا بعضی از مرگبارترین و پرهزینه‌ترین فجایع اقلیمی را در این سال تجربه کرد. خشکسالی‌ها در شرق این قاره که انتظار می‌رود تا اواسط سال 2022 ادامه پیدا کند، جوامع را به مرز فروپاشی می‌رساند. بر اساس گزارش بلومبرگ، توافق اقلیمی پاریس برای مقابله با گرمایش جهانی به اهداف خود نائل نخواهد آمد مگر آنکه اقداماتی فوری صورت گیرد. همچنین لازم است اقدامات بیشتری برای فراهم کردن کمک مالی به کشورهای آسیب‌پذیر در سال 2022 انجام شود. این اقدامات شامل اختصاص منابع مالی برای رسیدگی به خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی است. آمریکا در کنفرانس اقلیمی امسال سازمان ملل متحد در گلاسکو مورد غفلت قرار گرفت.